Hey guys, it's Vinny and you're watching his YouTube channel. Let's go! اونی که بهش خیانت میکنید خیلی داغون میشه. یه ذره سخته برام گفتنش. یه کار کردم که حداقل دلم نسوزه بهم میگه تو خاین. واقعا عاشق باشی که خسته نمیشه. آقا امروز ویدیومون در مورد موضوع خیانته. قراره مردم رو دوباره گیر بیاریم و ازشون بپرسیم که تا حالا خیانت کردن یا خیانت دیدن، و به نظر من خیلی جالبه چون که هر کسی یه داستانی برای خودش داره. بریم ببینیم این داستانا چیه و از زبان خودشون بشنویم. بریم که رفتیم. سلام، خوب هستین؟ قربون شما، مرسی. اسمتون چیه؟ غزاله. تا حالا خیانت کردی؟ بله. داستانشو میتونی بهم بگی؟ دو بار بود واسه یه آدم. دو بار برای یه آدم. یه آدم بود ولی با دو تا شخص مختلف. فشاری که داشت به می اومد، سنم پایین، فکر می‌کنم 19 یا 20 سالم. خیانت نکنید. اونی که بهش خیانت می‌کنید خیلی داغون میشه. خیلی. من آدمی ام که خیانت کردم. ولی خودم هم چوبشو خوردم، شاید طرفم هم برگشته، الانم با همیم، یعنی 9 سال از رابطه‌مو میگذره، ولی هنوز هم مشکلاتی که اون موقع توی اون دوره داشتیم باعث میشه که اذیت بشه، باعث میشه که من الان بگم 24 ساعت تو خونه تنها، شاید اصلا باور نکنه و سختش باشه. الان هنوز یعنی باهاشی؟ بله. و دوبار بهش خیانت کردی؟ دوبار بهش خیانت کردم ولی توی یه بازه، و بهش گفته بودم چون بعد سری اذیت‌ها بود، بهش گفته بودم که ازم دیگه انتظاری نداشته باش که مثل این 4 سالی که باد بودم مت پایبند باشم. توجیهی نداره خیانت، اصلا توجیهی نداره که بگم من الان این حرفو دارم میزنم توجیهه. و ترسی که الان دارم که دائم خیانت بشه واسه خودم هم پیش بیفته، این خودم هم خیلی اذیت میکنه. من که من یه چارچوبی پیش خودم داشتم که الان شاید 10 سال 15 سالم بگذره اون چارچوبه رعایت بشه، ولی دیگه اون آدم سابق پیش خودم نمیشم. یعنی اصلا دوست ندارم به اون 2 سال فکر کنم. شاید تو اون 2 سال حالم خوب بود ولی دیگه اون آدم سابق واسه خودم نمیشم. شاید همه منو ببخشن. خودت بازی عذاب وجدانی داری که نمیتونی خودتو ندارم، چون دل دو نفر دیگه هم مسد آوردم شکوندم. مرسی تو ویدیو بودی، یه لایک به ویدیو نشون میدی. مرسی. من سلام، خوبی؟ سلام، مرسی، شب بخیر. اسمت چیه؟ تبا. تا حالا خیانت کردی به کسی؟ نه. کسی بهت خیانت کرده؟ به نام خدا بله. چرا اینطوری گفتی؟ چون داستانش پرملاته. داستانش خلاصه بهم بگو. من 15 سالم بود، اون 22 ساله. چی؟ یا همین وایس لسه. چند سالت بود؟ 15. خب ادامهش. ما 4 سال با هم بودیم. یه روزی دختره بهم زنگ زد، گفتش که با فلانی چه رابطه‌ای داری؟ گفتم که 4 سال با همیم. بعد اونم گفت: "ای ما 5 سال با همیم." روغ نگو. الان باید ناراحت باشی، ولی خب برای چی داری میخندی؟ الان دارم میخندم چون خیلی سال از این ماجرا گذشته، ولی اون موقع خب خیلی اذیت شدم. بعد فهمیدم که اونا 5 ساله با هم، یعنی در واقع من وسط رابطه اونا بودم. بعد مثلا فکر کن عکسامونو برای هم میفرستادین، یعنی اون عکساشو با هم میفرستاد، منم عکسامو با هم. بعد تو این عکسا 3 نفر بودن که یه نفرشون مشترک بود. یعنی چی؟ آها فهمیدم. اون پسر و اون دختره تو همه عکسا یه پسر مشترک بود. باز الان همین روحیت رو تحصیل کنم که داری میخندی. آره. من باش کات کردم، ولی اون دختره هنوزم باهاشه بعد از گذشت 3 سال، یعنی از اون ماجرا 3 سال. اون با اینکه فهمیدش که طرف 4 ساله بهش خیانت کرده باهاش موند، برگشت بهش. اصلا کات نکرد که برگرده بهش، اما فراش با هم برگشتن. ولی تو در از این وسط کسی آره من کات کردم، اونم خیلی آسیب دید. در واقع من خودم رو نجات دادم. خیلی داستان پرباری بود. تو هم که حالا یه نفر واقعا لیاقت داشته باشه و پیدات کنه. پیدا کرده؟ خب پس بهتر. یه لایک نشون میدی ویدیو؟ مرسی. تا حالا خیانت کردی؟ بله. داستانشو بهم میگی؟ چرا و اول بگو چرا؟ به خاطر اینکه از طرف مقابلم نامردی دیدم بعد از تقریبا 2 سال رابطه. 2 سال رابطه داشتی؟ یعنی طرف مقابلت خیانت کرد به؟ نه، خیانتم نکرد، ولی با دروغاش 2 سال از عمرمو تلف کرد. منم با خیانت انتقام گرفتم. چطوری انتقام گرفتی؟ اینو بهم بگو. با کسی که میدونستش و خیلی ازش بدش میومد، رفتم دوست شدم و یه کاری کردم که بفهمه و حسابی هرس بخوره و بعد باهاش کات کردم. دوست داشت؟ دوستم داشت، ولی آزارم میداد. تاکسیک، همش دعوا، همش رفتارهای تو مخ، همش شکاک بودن، در صورتی که هیچ کاری نمی‌کردم و هرچی هم بهش میگفتم که من کاری نمی‌کنم باورم نداشت. یه کار کردم که حداقل دلم نسوزه بهم میگه تو خائنی. چیز اضافه‌ای هست بخوای اد کنی؟ اگر ارزه تو رابطه بودن ندارید، نمیتونید تو رابطه درست رفتار بکنید، نرید تو رابطه. این تنها چیزیه که میتونم بگم. یه لایک نشون میدی به ویدیو؟ تا حالا خیانت کردی به کسی؟ نه. تا حالا بهت خیانت شده؟ آره.
داستانش میتونی من بگی؟ چند وقت پیش من با یکی رل بودم، هر چند وقت یه بار مثلا بهم میگفت من با دوستان میرم و بیرون و اینا فعلا بهم زنگ نزن. تا زمان که رفتم بیرون بعد دیدم بغل یه پسر است. نرفتی بهش چیزی بگی؟ نه رفتم بعد چت گفتم بلاکش کردم. خودت خیلی مقاومت کردی که نری پیشش بگی. لایک به ویدیو نشون میدی؟ مرسی ویدیو بودی من. خب آقا یه سوژه پیدا کردم میخوام سراغش، ولی خب نمیدونم که بگه آره یا نه. سلام خوب هستی؟ سلام خوبی؟ سلام ممنون. اسم چیه؟ آریا دانک هستم. آریا دانک بهت خیانت شده؟ بله زیاد، تا دلت بخواد. تمام اقصا نقاط کشور، تمام استانا. داستان اونی که خیلی فکر میکنی به ضربه زد و میشه بهم بگی؟ اون که بهم ضربه زد آخری بود که حدود 3 سال باش بودم. بعد 3 سال آره 3 سال دانشگاه هم حتی ادامه ندادم، سر اینکه برم خدمتم تموم کنم که برم خواستگاری. قصد پس جدی بوده؟ آره قصدم جدی بود. اولش هم اون میخواست با من اوکی بشه، یعنی درخواستش اون داد. آره با هم اوکی شدیم و 3 سال با هم بودیم. بعد 3 سال من رفتم دانشگاهمو، فوق دیپلممو گرفتم، ولی برای لیسانس ادامه ندادم. موقع ثبت نامش گذشت، ثبت نام برای لیسانس بدون کنکور میتونستم برم. بعد سربازی دیگه؟ نه میخواستم برم لیسانسمو بگیرم، ولی خب چون گفته بود که خانواده‌ام گفتن که خدمت باید رفته باشه که بتونه بیاد خواستگاری، به خاطر همون نرفتم ثبت نام کنم برای لیسانسم، گفتم بذار مستقیم برم خدمت. بعد موقع ثبت نام برای لیسانس گذشت، بعد گفت که باید با هم خدافظی کنیم. گفتم باشه. دلیلش نگفت؟ دلیلش یه والله خودش هم نمی‌دونست، به نظرم خسته شده بود، تکراری شده بود. من اون موقعی که با هم اوکی شده بودیم، تازه اوکی شده بودیم، بهش گفته بودم، گفتم که بعد یه مدت خسته میشی، بعد تکراری میشه، برای دنبال بهونه میگردی. بعد همونم شد. بعد 3 سال میدونیم همه مشکل هستش تو انواع رابطه، ولی خب اینکه طرف خسته بشه یا مثلا از این نوع موضوعات، به نظرت مشکل خودشه دیگه؟ قطعا درست میگم، مشکل خودشه دیگه. اگه که واقعا عاشق باشه که خسته نمیشه. امیدوارم که واقعا یه روزی بیاد که کسی که لیاقتتو داشته باشه پیدات کنه. عشقی یه لایک نشون میده به ویدیو. مرسی آقا. میخوام بذار از این فضای احساسی دور بشم. آوردم پیش یکی از دوستای بیت باکسرم. اسمش داداش. اسمم سی جی بیت باکس. میخوام ازت بپرسم که طالبت خیانت شده؟ داداش یه ذره سخته برام گفتنش. چرا چی شده مگه؟ نمیتونم بگم. میدونم. خب این احساساتی هستش که حالا بالاخره جوری که من آخه اذیت شدم بقیه جوون اذیت نشدن. داستانشو میتونی بهم بگی؟ اسمشو ایراد نداره بگم تو ویدیو. عاطفه. چی شد؟ توضیح میدی؟ با اینقدر به من خیانت کرد، رفت اونی که پولدارتر بود داداش. داستان دیگه نداشت داداش؟ بگم اینم اون داستان شروع کن بگم. احمد عاطفه، احمد عاطفه، احمد عاطفه. خیلی خیانت احساسی بود و اینکه امیدوارم بیننده ها تحت تاثیر قرار گرفته باشن. واقعا خیلی سخت بود، اینقدر به من خیانت کرد. دست وریزت به این هم استعداد. خب آقا با آخر ویدیو رسیدیم. اول از همین رو بهتون بگم که خیانت موضوعی نیستش که بخوای با شوخی کنی و موضوعی هم نیستش که بخوای عادی سازیش کنی. هر کسی که توی این ویدیو بود همشون پشیمون بودن از کاری که کرده بودن. حالا خیلی من از ویدیو رو میبینم که حالا افتخار میکنم به کاری که کردن. افتخاری نداره، این نظر خودمه و یه نظر کلی جامعه است که موضوع خیانت موضوعی نیستش که بخواد رواج پیدا کنه توی جامعه. اگه ویدیو رو دوست داشتی لایک رو بزنید و سابسکرایب هم یادتون نره دیگه. حالا اگه نظری داشتید در مورد هر کدوم از این عزیزان هم میتونید خودتون نقدش کنید با کمال احترام. برای گرفتن پارت دوم این ویدیو با موضوع خیانت کامنت ها رو کافیه فقط به 500 تا برسونید. مرسی، خدا نگهدار.